کتاب های صوتی این مجموعه اختصاصاً برای کانال شبنشینی هالو تهیه شده است به شبنشینی هالو خوش آمدی که نقل مجلس آن قصه های شیرین است خاطرات حاج سیا بخش 29 تبعید به مشهد شهری 1267 شمسی تنها با اسب که پالان زده خورجین و اسباب رویش افکنده سوار شدم و با قافله زواری که می رفتن به طرف مشهد حرکت کردم در اکثر منازل آشنایان سابق مهربانی می کردند و در هر جا تلگراف خانه بود عبور مرا به تهران راپورت تلگرافی می کردن. منزل به منزل طی تاریخ کرده وارد شاهرود شدم در آنجا شیخ محمد کازمینی مرا ملاقات کرده گفت خواب غریبی امشب دیدم شمشیری در میان آسمان و زمین آویزان بود دستی پیدا شد آن را رو بود من گفتم جناب حاجی ملاکنی وقتی که من می آمدم مریض خطرناک بود یقین او وفات یافته است او خیلی مضطرب شد واقعا حاجی ملا علی شمشیر اسلام بود بعد خبر رسید همان شب حاجی وفات کرده بود و این شخص خواب خودش و تعبیر مرا به پسران آن مرحوم خبر داده بود. به هر حال از منازل معروف عبور کردم. در سود خور گفتند میرزا ابراهیم امین و سلطان اینجا وفات کرد و شاه کارهای او را به پسرش واگذار نمود. در سبزوار حاجی میرزا ابراهیم شریعتمدار مدار به موجب تلگراف از حرکت من از تهران مطلع شده به کسانش امر کرده بود ورود مرا اطلاع دهند و من چون به اسب پالانی مثل زوار دهستانی سوار بودم مرا دیده نشناخته بودند در بیرون دروازه که پیاده شدم روزنامه نگار تلگرافخانه مرا شناخته به شاهزاده رئیس تلگرافخانه خبر داده بود به دیدنم آمد بعد به شریعت مدار اطلاع داد او هم فرستاده مرا به منزلش برد زیاد محبت اظهار کرد گفت زست سوار ننالن قاضیان مجاهد خلاف من گزه یک طفل نی سوار بنالم شما مستر چه کار بودید که به این وضع تبعید کنند پس پرسید خرج راه دادند گفتم معموران خدمتانه هم میخواستند گفت این سفر شما پلیتیک بزرگی است که هر کس مطلع شود اهمیت وجود شما را به درجه ای می داند که شاه از شما ملاحظه داشته به مشهد فرستاده. با همه این کسی هستید که با یابوی پالانی سفر کرده اید. چون چند روز قبل از این متولی باشی قوم را هم عنوان تبعید فرستاده بودند در خانه حضرت آقا بود. سوال کرد از بابت خرج سفر حاجتی دارید؟ گفتم خیر گفت بروید من هم از عقب می آیم حرکت کردم از زعفرانیه به شورا و از شورا به نیشابور روانه شدم در وسط راه در یکی از نهرها پای اسب به گل رفته مرا انداخت پایم زیر اسب ماند و از زانو از جا درآمد بسیار اذیت کرد به هر زحمت بود به نیشابور رسیده در سرایی منزل کردم بعضی معالجات ایرانی کردم. تلگرافی به امین سلطان کردم که با پای شکسته به حضور حضرت رضا علیه السلام مشرف می شدم تا خدا چه مقدر کرده باشد جواب آمد به سلامت التماس دعا از این استهزا دلم دردناکتر شد به هر صورت بود آن چند منزل را طی کرده وارد مشهد مقدس شدم و در خانه منزل کرده خود را به حمام رسانیدم وقتی بیرون آمدم حاجی میرزا محمد نراقی مرا به آن حال دید به منزل خود برد و اسبم را آورد گفتم به کسی ببخشید حضرت بالا رکن و دوله فراش باشی خود را با پیرزاده و دو مجموعه شیرینی به احوال پرسی فرستاد آقایان خراسان به دیدن آمدند معتمن و و مخصوصا شیخ محمد تقیه بوجنوردی و حاجی میرزا حبیب الله آقا که از مشاهیر و علمای آنجا بود نهایت مهربانی و آقایی کردند. بعد از مدتی که پایم بهبودی حاصل کرد بازدید از حضرت رکن و دوله و متولی باشی و حضرت علما کردم وقتی به حضور شیخ محمد تقیه بجنوردی رفتم گفت از کرامات است الان اگر نمی آمدید میخواستم کسی را فرستاده شما را زحمت بدهم اینجا بیایید یک نفر طبیب انگلیسی در اینجا بسیار طبیب خوب خوش است و به فقرا مجانی معالجه می کند اطلاع داده الان اینجا می آید یک نفر زباندان میخواستم. پس از آن طبیب وارد شد چند عینک آورده بود که کدام یک به چشم آقا مناسب افتد یکی را انتخاب کردم بعد گفت به آقا بفهمانید که دو چیز به چشم شما صدمه زده است که بیخوابی و دیگر گریه باید من بعد کاملا بخوابید و گریه نکنید به آقا گفتم گفت به او بگویید چشم را برای این دو کار میخواهم طبیب زیاد حیرت کرد و به وضع فرش پاره و اساس البیت فقیرانه و امارت ساده آقا نگریسته گفت یا اول شخص دنیا هستید یا به طور حقیقت آخرت طلب گوارا باد بر شما ترجمه کردم آقا گفت بگویید تو هر فرض میکنی بکن ما میدانیم شما با ما موافق نخواهید بود اگر اظهار هم بکنید میدانیم ظاهری است و حقیقت ندارد طبیب گفت این مقدار مال که مردم به مله ها می دهند و مله ها کرور کرور از مال مردم گرفته به راحت خرج می کنند گناه اینها به کردن کیست شما با این وضع همه را می توانید بفریبید حتی من مسیحی را نزدیک از جذب کنید هرگز کشیشان ما اینطور نمی توانند دل مردم را شکار کنند ترجمه کردم آقا گفت بگو که شما هم به این تن پربران که نوکران نفس اماره ام اند دعا کنید و الا شما الان از روی زمین محو شده بودید ترجمه کردم هر دو خندیدن مدتی اقامت کردم و با آقایان معاشرت داشتم و مبلغی خرج هم از ولایت رسید شبی نواب رکن دوله مهمان کرده بود دیدم سیدی مهمان اوست فرمود او را می شناسی؟ از تبریز آمده و ولی سفارش او را به من نوشته سید بهره است ولی به او ارادت دارد بنده او را ندیده بودم چندی ماندیم تا عید نزدیک شد به ناگاه خبر دادم که حاجی مولا حسین امین و زر از خدمت حضرت آقا سید جمال عود کرده و به مشهد وارد شده فورا به دیدنش رفتم گفت خبر تبعید شما در مسکو به ما رسید آقا خیلی دلگیر گردید لکن من عرض کردم برای ایشان خطر جانی نیست تنها زحمت راه و سفر است باز آقا درست مطمئن نشد من بعده کردم که از مشهد تفسیر را عریضه کنم آقا فرمود اگر زنده باشد بگو به خط خود بنویسد پس هر دو مکتوب نوشتیم شبی دیگر رکن الدوله دعوت کرد رفتم معلوم شد که میخواهند قفل زریه حضرت رضا را باز کرده توی زریه را جاروب کنند در چهار ساعت از شب گذشته مرا برداشته به حرم رفتیم واقعا جمعیت حصر نداشت با هر زحمت بود از رواق و ایوان گذراندند رکن و و بنده و حاجی میرزا احمد مجتهد با دو نفر داخل حرم شدیم و بعد از زیارت حرم کلیددار کلید را بوسید و قفل را باز کرده بوسیده با احترام کنار نهاد پس آقا میرزا احمد با چراغ داخل شد یک گوشه نخ کوبی لازم داشت به عمل بردن پس زریح را جاروب کرده تاقشال ای انداخته بودند خاکروبه را میان آن جمع کردند و پولهای زیادی که مردم با آنجا میریزند آنها را هم جمع کردند پولها را در ظرفی ریخته مهر کردند خاکروبه را نیاز می کنند و عموم مردم برای شفای امراض و غذای هوائج، مقداری میبرند به من هم قدری دادند روز عید گذشت و جشن و ملاقات به سر آمد روز دوازدهم عید نوروز من بیچاره مبتلا به تب سختی شده افتادم روز به روز مرض من شدت کرد حکیم باشی شاهزاده معالجه میکرد بالاخره یعص حاصل شد و غالبا بیهوش میافتادم بزرگان توجه می کردند. مخصوصا حاج شیخ محمد تقی چند دفعه به بالینم آمده بود و مرا به آن حال قریب دید دلش به درد آمده گفته بود حالا کسان این بیچاره در چه حالند من نمیدارم او چه تقصیر داشته از خانه و وطن آوارهاش کردهاند حاجی میرزا حبیب گفته بود او نه حکومت عرفیه داشت نه شرعیه نه عامل دیوان بوده از قراری که حاجی آقا محسن اراقی و بعضی دیگر گفتند تقصیر او این بوده که با میرزا ملکم خان دوست بوده و سبب آمدن سید جمال به ایران گردیده پس حاجی محمد تقی تلگرافی به شاه کرده بود که اگر سیاه مغضوب است و در تهران نباید بماند دولت به قدر علاقه او در خراسان به او ملکی بدهد و در اینجا دعاگو باشد جواب داده بودند که سیاه مقصر نیست خودش به اختیار سفر کرده آزاد است اطمینان دهید بیاید در این حال بحران مرض من بود رعایفی رخ داده حال رو به بهبودی شد که حضرت آقا تلگراف را خود آورده در سر بالینم نشان داد و پس از آن به خواهش وکیل و دوله حاجی شیخی سو از تهران تلگراف احوال پرسی کرده و گفته بود به زودی به تهران خواهید آمد کم کم حالم بهتر شد آقا شیخ به اصرار فرمود زود بروید و کسانتون را از انتظار خلاص کنید چون عزم رفتن کردم همه مهمانی ها کرده مهربانی ها نمودن. حضرت رکن دوله و معتمد و سلطن خرج راه هم دادند روز حرکت حاجی میرزا به خاج ربی و کوسنگی دعوت فرمودند مدت توقفم در مشهد چهارده ماه طول کشیده بود روز حرکت خود آقا و حاج میرزا محمد و پسرش میرزا قلام رزا همراهی کردند سیاحت خوشی کردیم تا به بهرآباد رسیدیم که در راه جدید مشهد به اشقابات اول آبادی است. در باغ بسیار خوبه با صفایی که خیابان بندی شده صفوف سنوبر سر به آسمان کشیده گل و چمن و سبز و آب روحی داشت روز را به شب رسانیده شب را در سر قلعه خوابیدیم سو حاجی میرزا حبیب الله ودا کرده مراجعت به مشهد کرد و من با حاجی میرزا محمد و پسرش سوار شده به طرف چناران راه افتادیم شب را در آنجا توقف نموده فردا وارد شورچه شدیم واقعا باغات انگور و زراعت آنجا خیلی خوب و اهمیت داشت. فردا را حرکت کردیم. از همان راه به طرف قوچان افتادیم. وارد قوچان شدیم. در کاروانسرای شجاع و دوله که حاکم قوچان و مالک آنجا هست منزل کردیم. سید نیک محضری آمده اظهار مهربانی کرد و گفت من شما را در مشهد با معتمد و سلطنه دیده می شناسم. اصرار کرد به خانهش برویم قبول نکردیم. بعد معلوم شد حاجی میرزا رفی است که اول محترم آن ولایت بود بعد باز او آمده ما را به تماشای شهر برد در کنار شهر امامزاده ای بسیار باصفا و قبه ای عالی داشت در آنجا اوراقی چند از قرآن دیدم که با آن درشتی و خوبی خطی دیده نشده از بیمواظبتی مندرس شده بود قوچان بو جای کوچک قشنگ خوشهوایی است تجارتش از پشم و روغن و گندم و حبوبات و صنعت معروفش جوراب بافی و پوستین دوزی است چون ماه رمضان بود و بعضی دکاکین که باز بود پرده کشیده بودم حاجی میرزا گفت در عقب پرده تریاک میکشند یا غذا میخورند چون آشکار نیست کاری ندارند و اگر آشکار کنند سخت معاخذه میشوند پس با او به مدرسه رفتیم ماه رمضان بود دیدم مردم به مسجد میآیند اما جمعیت خیلی کم بود به خلاف شهرهای دیگر ایران پرسیدم معتبرترین مسجد اینجا کدام است گفتند همین مسجد گفتم بچه چرا جمعیت زیاد ندارد گفتند مردم به میل و اختیار به نماز آقایان در هیچ جا نمی روند هر جا میروند برای اظهار مریدی است که به ایشان چیزی داده شود یا از تعدی حکومت و غیره ها محفوظ مانند یا در موقع ارتکاب جرم بستی شده به توسط آقایان از مجازات معاف بشوند یا اینکه به اسم نوکر و بسته و مریدان از مردم چیز بگیرند در قوچان بست موقوف شده و مله ها آن نفوذ را ندارند از این بابت مردم هم نماز ریایی کم میخوانند بعد حاجی میرزا رفی گفت خوب است به ملاقات شجاع و دوله بروید آدم با کمال تربیت شده است گفتم مرا نمیشناسد گفت من معرفی کردم و خیلی طالب ملاقات است پس با هم رفتیم به امارت خیلی باشکوه عالی رسیدیم از باغ و سحن بزرگ گذشته به سحن کوچک وارد شده نزدیک رفتیم دیدم در زیر درختان کسی بالای تخت نشسته و یک نفر در برابر او روی زمین نشسته گفتند آنکه بر تخت از شجاع دوله است و آنکه بر زمین نشسته مجتهد این ولایت است که اصلا همدانی و نامش حاج مولا زین العابدین است ما نزدیک شدیم برخواسته سلام کرد و گفت صندلی را برداشتند آن آخوند رفت و ما را به بالاخانه برد. از وضع و حرکت من سوالات کرد. جواب گفتم پس از قوچان پرسید. چگونه میبینید؟ گفتم بهترین جاهای ایران است که مردم از جان و مال خود ایمن هستند لکن اگر تربیت میشدند بسیار خوب میشد تصریف کرد من از ایشان سوال کردم که چگونه هست در ایران که جای امن و راحت نیست اینجا مردم آسوده اند گفت اغلب فساد و ناامنی و شرور از طرف ملاها و خانه وز کردن ایشان و مداخلات ایشان است به تمام امور مردم آدم میکشند دزدی میکنند هر فسق و فجور مینمایند آقایان همه نف حمایت و توسط میکنند حکام هم نمیتوانند به کار صحیحی اقدام نمایند چون هزار قسم تهمت و تکفیر و بلاها به سرشان میارند اینجا هم همینطور بود من دیدم دیگر اندازه و حد یقف برای اینها نیست و تمام امور مختل شده اختیار جان آبرو و مال مردم در نوک قلم ایشان است و خیلی ارزان تلف می شود قضیه ای اتفاق افتاد که من دیگر نتوانستم اغماز نمایم ایستادگی کردم تا نفوذ ایشان را به درجه ای کم کرده خودم و مردم را آسوده ساختم تفصیل این است که زنی به اسم این که من سیده ام در اینجا دلاک نصفان شده و در حمام زنان خدمت می کرده و به نام سیده اجرت مضاعف می گرفته. یک سال به این نحو گذشت روزی زنی از من آمده گفت عرض خلوت محرمانه دارم محرمانه پرسیدم مطلب چیست گفت این زن که میگوید سید ام و دلاکی زنان میکند زن نیست مرد است خود را به شکل زنده رو ورده من خودم دیدم در خلوت حمام به زنی نزدیکی کرد مرا نگاه دارید او را برای تحقیق بیاورید در ولایات اسلام با وجود سرکار چنین کاری سزا نیست این حرف مرا حیران کرد زیرا آن زن شوهر هم اختیار کرده بود و این چگونه می شود به هر حال فرستادم آن زن را آوردند به اندرون فرستادم شوهرش به ملاها ملتجی شد که حکومت زن مرا جبران نگه داشته آن زنی که خبر داد حاضر بود گفت همین دلاک مرد است زن نیست و سید هم نیست دزد اجامری است از دلاک پرسیدم زیاد تهاشی کرد گفت چگونه روا می دارید به من علوی فرزند فاطمه چنین تهمت بگویید من به دلاکی قناعت کردم که گدایی نکنم شوهر دارم فردا در محشر جواب جدام را چگونه می دهید این زن مرا و شوهرم را متهم و رسوا کرده است آن زن گفت آقا به این زبان بازی ها گوش ندهید تحقیق خیلی آسان است و هر حال گفتم تفحص کنند زیر جامه را طوری پوشیده بود که از بالای لباس معلوم نشد گفتم زیر جامه را درآوردند معلوم شد از مرد گذشته نرخری بوده است از این طرف مله ها مثل باران کاغذ توسط بارانیدند که سیده علویه را چرا نگه داشته ای؟ ما باید خوبان را به خاطر خدا و بدان را به خاطر پیغمبر احترام کنیم جواب دادم باز دست نکشیدند هی hey, نوشتند علویه را مرخص کنید برود سر کار دلاکیش و هر حال خواستم حالی کنم به خرجشان نرفت لابد منده گفتم زیر جامعه علویه نرخر را کنده در میان معبر عموم چوب بسته به مردم نمایاندند و در شهر گرداندند اما این دفعه آخوندها افتادن به جان من باز کاغذها آمد گفتم آورنده را توسری زدن این شخص مردی بود از اهل ترشیز که مو در رخساره نداشت و صدایش خشن بود با این شوهر جعلی که از اهل مشهد بود ساخته خود را علویه کرده دخل را با شریک میخوردند در حمام هر شکار نرم و گرم به دست می آورده به شوهر هم تعمه می داده باری می خواستم ایشان را از قوچان بیرون کنم باز کاغذ بارانی شد گوش ندادم هر دو را رو روانی مشهد کرده به رکن و دوله تفصیل را نوشتم بعد از مدت کمی کاغذ مله ها را برای من فرستاد که نوشته بودن شجاع و دوله بابی است سگده علویه را بی زیر جامه در بازار چوب زد من هم مجلس کرده آخوندها را حاضر کردم گفتم این چه بازی است که برای هوای دلتان هرکس اطاعت نکرد تکویر می کنید مرا بابی نوشته اید باز همان مرد سید علوی است انکار کردم گفتم ما نوشته ایم خطشان را نشان دادم گفتم حالا محبت در حق شما می کنم که چوب نمیزنم و مهار نمی کنم فودن از این شهر بروید و مردم را راحت کنید گفتند نمی رویم و در استبل بستی می شویم. گفتم این فهم شما، در اسلام غیر حرم خدا بست نیست، هم من غلط می کنم، طویل هم بست می شود، هم شما غلط می کنید، خانتان را بست می کنید، پس حکما نویسندگان کاغذ ها را بیرون کردم، شهر آرام و مردم راحت شدند. بعد یک یک باز به توسط ملا علی و دیگران برگشتند لکن دیگر قدری ساکتند و در اینجا اگر راحت و امنیت میبینید از این است مردم ارادت قلبی به ایشان ندارند زیرا اعمالشان مردم را متنفر کرده چنانکه ایشان اسم دین و شریعت را با آن اصرار برای دنیا و دخل و نفوذ میگویند مردم هم نزد ایشان اظهار تقدس را برای اقراض میکنند ظاهرا هم که دیدن نفوذ ایشان اثر ندارد اعتنا نمی کنند در حقیقت در بسیار جاها گناه نفوذ ایشان به گردن ماست که برای دنیای خود با ایشان میسازیم فعلا جز نکاه و عمل اموات و نماز و مسئله کاری ندارند همه میترند در اون داشت بسیار پاک خادم و دلاک خوب دعوت با آن حمام کرد نظافتی کرده و بیرون آمدم و از انسانیت ایشان ممنون شدم دیدم یک طفل بدگلی را زیاد در آغوش گرفته می و به او عقل خطاب می کند گمان کردم پسرش است معلوم شد یک نفر نوکرش رمزان خان نام است که تمام کارهایش با اوست و آدم لایقی است بعد معلوم شد پسر بزرگی دارد میرزا ابوالحسن خان نام که از بیقابلیتی او شکایت داشت و محل اعتنا نبود بعد گفت پسر دیگری هم دارم کوچک از او هم امیدی ندارم و گفت انسان بی جهت نوکر را به فرزن مقدم نمی کند شنیدم در آنجا یک نفر درویش که به فقیر محمد علی معروف است 25 سال است که در سوراخ تاریکی است و هیچ بیرون نیامده اجازه ملاقات از او خواستم شجاع دوله گفت بسیار برای من تعریف کردند رفتم چیزی ندیدم جز اینکه وجود خود را باطل ساخته و جمعی از زنان و زعفا العقول فریبش را خوردهاند گفتم من چون سیاهم باید همه چیز را ببینم پس با یک نفر راهنما رفته خارج از شهر یک دیوار گلی پست و دری محقر بود داخل شدیم از طرف شرق نیم دایره گردش کرده در طرف غرب باغ چند اتاق محقر دیده شد رفتم دیدم اتاقی است رو به شمال که از آن به اتاقی و از آن هم به اتاق دیگر راه است در اتاق اول جمعی از زن و بچه های رعایا بودند کسی به ما گفت صبر کنید ایشان بیرون روند گویا مشغول غذای هوایج ایشان بودند ایرانیان رفع حاجت خود را از هر راه که یکی اظهار کند میطلبند نه به وسیله کار و اقدام خودشان ما گردش در باغ کردیم درخت رز خوب زیادی داشت و از سایر اشجار هم بود بعد برگشته وارد اتاق اول شدیم که درش به شمال بود اتاق دیگر عقب آن پرده کلوفت آویخته بودند گفتند باید داخل آن اتاق شده پرده را بیاندازید تاریک است چشم چیزی را نمی تا قدری که میمانی جزئی تمیز می دهید. من از در داخل شده سلام دادم. صدایی جواب داد. از صدا فهمیدم در کدام سمت نشسته است. در طرف جنوب سوراخی بود به قدر صفحه ای که چندین قطع کاغذ روی هم بران چسبانیده بودند تنها روشنایی آنجا همان بود. پرسید و این ولایت غیر از این دفعه آمده اید گفتم شما بفرمایید. گفت مدعی علم غیب نیستم مردی بودم کلاه دوست که دو سال منزوی بودم بعد از آن اینجا آمدم پنج سال است در اینجا به سر میبرم گفتم هیچ بیرون نمیروید. گفت گاه در تاریکی شب در این باغ گردش می کنم در روشنی چشمم باز نمی شود گفتم فایده این انزوا و خود را محروم کردن از نور و زیا چیست گفت آنچه شما می توانید قبول کنید این است که در کلاه دوزی اگر برای مطلبی نزد رمزان خان می رفتم می باید سرباب بیستم و تملق کنم ارزم را قبول بکند یا نکند حالا رفتن سهل است پیغام می کنم می آید و هرچه می گویم می پذیرد گفتم راست گفتی پس کرد حاج میرزا صفا و حاجی استاد و غیر ایشان آمده اند و از بعضی اشخاص دیگر خبر داد در آن بین از زنها آمده از پس پرده میگفتند مثلا طفلم درد گوش دارد یا سر فلان درد میکند او هم یک چیزی میگفت مثلا برو روغن کرچک بده و از این قبیل هر قدر ماندم چشمم آنقدر روشن نشد که صورت او را ببینم چشم من نقصی دارد رفت کنید گفت قناعت کنید تا صدف قانع نشد پردور نشد گفتم گمان کردید هرس دارم بلی لاکن به چیزی که اهدی نمیتواند آن را بدزدد یا از قیمتش بکاهد و آن علم است که از راه چشم حاصل می شود برای دیدن جمال مبارک مرخص کنید کبریت روشن کنم رخصت داد روشن کردم چشمش را به هم گذاشت ریش بلند و صورت کشیده بینی قلمی قد متوسط مینمود. پس وداع کرده بیرون آمدم حاجی میرزا محمد و آدم شجاع و منتظر بودند. برگشتیم بسیار مهربانی کرده گفت ارادت به شما پیدا کردم میخواهم برویم به گرد محله در آنجا قلعه قدیمی خوبی است که اسباب خیال عباس میرزا شد آن را خراب کرده پس از آن اذن تعمیر خواستیم به احترام تخریب او ندادند پس شب را مانده فردا به تماشای آن خراب ها رفتیم محل تولد خود و اتاق پدر و کسانش را نشان داد گفتم آنطور که بعضی ها میگویند این خرابی و آن خرابی دادن قفقاز به روس و شکست از روسیان آیا کارهای عباس میرزا را نشان نمی دهد که عمدن بوده و آیا خیانت نیست؟ گفت بله شهرت غلطی پیدا کرده است. به هر حال مصمم شدم حرکت کنم. اول اصرار کرد که در قوچان توتن نمایم. بعدا اصرار کرد چند روزی بمانم. عذر خواستم. خاطرات حاج بخش سیام آن روز پنجم ماه رمضان سنه 1306 قمری اردیبهشت به هشت 1268 شمسی بود تلگراف رسید شاه که برای سفر فرنگ میرفت به تبریز رسیده فردا ششم شش از تبریز حرکت می نماید. چون شجاع دوله مرا مصمم حرکت دید خواست اسب بدهد قبول نکردم گفتم از اشخابات با راه هن و از راه دریا خواهم رفت پس یک حلقه انگشتر فیروزه و یک تسبیح هدیه کرد. فردا مال کرایه کرده من و میرزا قلام رزا به طرف اشقابات و حاجی میرزا محمد به طرف مشهد روانه شدیم. از راه ناهمواری که مشغول ساختن بودند عبور کرده در امام قلی منزل کردیم. فردا از آنجا به راه افتادیم. امتیاز ساختن آن راه به حاجی عبالقاسم ملک و مشهد داده شده مشغول هموار کردن و حق العبور گرفتن بودند سنگ را با باروت انداخته بودند در جایی سنگر ابوالحسن خان پسر شجاع دوله را نشان دادند که برای مخالفت پدر سنگر بندی کرده بود به سرعت راندیم نیم ساعت به غروب مانده وارد حده شدیم چند خانوار بود و یک خانه هم منزل معمور تذکره بود که در سر تذکره به فقرا اذیت میکرد و بی اسم از مردم پول زیاد میگرفت مثل سایر مأمورین ایران در خارجه که فل حقیقه دشمن جان و قارتگر ایرانیانند بدبختی در این است که از سرحد به آن طرف به طور وضوح بدبختی و خرابکاری ایرانیان و آبادی و ترقی روسیان مشهود است همه دیده و گفته کاری در اصلاح امور نمی کنند از حد تا اشقاباد چهارده ورست یعنی تقریبا دو فرسخ است. به هر ورستی سنگی با نمره نصب کرده و راه را به خوبی ساخته و نقطه به نقطه مستحفظ گذاشته اند. نزدیک شهر اشقاباد رسیدیم. نظامیان با لباس پاک خوب و هیئت مرغوب با نظم تمام در گردش بودند. در همه جا در خاک ترکمان، آن ترکمان به آن شرارت زلیل و اسیر شده از دیدن یک نفر روسی می لرزد چادرهایشان نمایان و گله های اسب و گوسفند و شطور و غیرها در چرا بودند وارد شهر اشخابات شدیم با اینکه در نزد بلاد فرنگ قابل ذکر نیست اما چون از ایران بیرون آمده رونق و جلوه ای پیدا کرده بود در سرای حاجی محمد تقی منزل کردیم سرای پاکی بود و حجرات از میز و صندلی و لوازم واردین مهیا داشت پس از استراحت در شهر از منزل گوبرناتور حاکم شهر سراغ کرده و سفر کشتی را تحقیق کردیم معلوم شد که بعد از دو روز کشتی از اوزون حرکت خواهد کرد در بازار گردیدیم مغازه ها پر از متا و بازار خیابان ها وسیع و پاک و مستقیم و دلگوشا چراغ ها برای شب نصب شده در هر گوشه می دیدیم که اولاد وطن عزیزم برای ترکمنهای های نادان کسافت حوز و زباله حمل می کردند و عملگی و جاروب کشی می نمودند و با زحمت جزئی وچی که اجرت می گرفتند به چند نفر تاجر که بودند می بلکه به ایران رسانیده به مالیات و جرمها بدهند بیچارگان روز عملگی و حمالی کرده شبها در محله و گذرها کفش های کهنه را بالین کرده زیر آسمان می و ممنونند که در شهر آزادی هستند که بی تقصیر کسی را آزار نمی دهند. از بسیاری اگر سوال شود که چرا جلای وطن کرده ای؟ معلوم می شود خانواده ای بوده وضع و معاشی داشته بعضی را سرباز یا توبچی یا فراش یا داروغی یا آخند یا سید یا نوکر فلان یا بسته به بهمان آقا از خانمان آواره کرده است. این مردم بیچاره که در وطن خود کسی بودند در اینجا بعضی عاجز و ذلیل و فقیرند حتی اینکه طور که منها به طوری که پاره این نان به سگی میاندازند تکنانی برای اینها میاندازند و با این حال در خارج از اذیت و زحمت ها و نایبان و کسان ایشان در صدمه و اذیتند لاکن اگر صد تاره یک روز بکشند کسی نیست بپرسد که بودند و چرا کشته شدند در مدت 6-7 سال که شروع به آبادی اشخابات شده کسی اگر ببیند گمان نمی کند که در این مدت اندک به این درجه معمور گردیده چنانچه بلاد ایران را هم انسان اگر ببیند گمان می کند سالهای دراز است رو به خرابی نهاده در این شهر روسی، ترکی، ایرانی، ترکمان، داغستانی، ارمنی، گرجی، سکنا و تجارت دارند ها دیدن زباندان هستم احترام کردند. ایرانی ها همچنین دیدند اکرام نمودند. این صحرا خیلی وسیع است تا کنار دریا قابل زراعت و آبادی است. روس ها آباد کرده و می سوار کالسکه شده به طرف اوزن آته حرکت کردیم. در وسط راه به کوک تپه رسیدیم که خراب شده جز چند خانوار رعیتی ندارد در این راه طولانی برای نشان دادن اینکه راه باز است و کالسکی از خط خارج نشود در میان بیابان بی آب و علف قبر مانندی در هر چند صد قدم حفر شده یک نفر ایرانی دیده می شود با لباسی که پاره های آن آویخته و رنگش از کهنگی نامعلوم است گرد و غبار صورتش را گرفته گویا در عمر آبی ندیده بیرق سبزی در دست حرکت داده به مسافر اشاره می کند که راه باز است به این خط باید بروید غیر ایرانی متحمل این زحمت نمی شود تا جزئی وچی دست آورده برای قنسول ها و کسان ایشان در خارج و برای حکام و کسان قارتگر ایشان در داخل ایران پول تهیه کند به هر حال در اوزنات پیاده شدیم اینجا هم اغلب عمله و حمال ایرانیان هستند بیچار ایرانیان در وقت غذا مثل گوسفند در کنار کوچه جمع شده نان خشکی با دوغ و سبزی میخورند اما سایرین در قهوه خانه ها و مهمان خانه ها در روی میز مطبوخات میخورند شب بر تخت میخوابند و ایرانیان در روی خاک و بن دیوارها با همه این اذیتها ها به این آوارگان هرکس بتواند خصوصا کنسول ها آزارها میرسانند که انسان از ذکر آنها منزجر می گردد. به مهمانخانه وارد شدم. میرزا فتولا خان، بعدها سردار منصور، بیگلر بیگی رشت هم آن روز وارد شده بود. امویش اکبر خانه بیگلر بیگی فوت شده کار و منصب او را به این داده اند. به علاوه راهداری خراسان و مازندران. پس آن روز را در آنجا به شب رسانیدم و با بیگلر بیگی همراه بودم. زیاد انسانیت کرد. گفتم در عوض این مهربانی ها چیزی ندارم هدیه کنم لکن دو جمله قابل توجه از دو شخص بزرگ برای شما میگویم یکی از مدهد پاشا عبال احرار که آن مرد بزرگ گفت نمیدارم حکم قضاست یا اثر خونرزی های اصلاف است که در میان ما مسلمانان هر مرد قیور کافی وطن پرست بیکار و خوار است به عکس مسیحیان یکی دیگر از بیسمارک او را در زمان انزوایش در بارسین ملاقات کردم و اظهار و امید به ایران و ایرانیان نمودم جواب داد من شاه و رجال ایران را دیدم، ام مردمانی که هیچ گونه ارزشی برای خود قائل نیستند و برای تقرب به شاه از هیچ پستی و تملق باک ندارند و با آنان امیدوار بودن بیجاست به هر صورت سوار کشتی شدیم باز با بگلر بگی همراه بودم حرکت کشتی انقلاب مزاج آورد و بی اختیار افتاده بودم دو روز و دو شب کشتی در حرکت بود روز سیوم یک ساعت از آفتاب رفته بندر مشهد سر نمایان شده کشتی بسیار دور از ساحل لنگر انداخت شیان از هر طرف کشتی را اعاده کردند در زورقی خود را به ساحل کشیدم در مشهد سر چندان آبادی نیست کاروانسرایی دارد دو طبقه که فوقانی حجرات منزل تجاری است که داد و ستد متاع ایران به خارج و خارج به ایران می کنند. در فضای کاروانسرا بارها زیر باران روی هم ریخته بود از کرایه کرده به طرف بارفروش فروش به راه افتادیم راهها باتلاق و گل چسبنده است در سر راه بعضی دهات و دکاکین برای لوازم مسافرین موجود است اطراف راه و صحراها جنگل و درختها به هم پیوسته و سر به آسمان کشیده ملک مازندران و گیلان را در نقطه ای از نقاط بسیار کم توان یافت به این قابلیت آبادی و منفعت لکن ایران همه چیزش را جز از ظلم و تعدی و تکدی و نفاق محمل گذاشته است در شهر بارفروش حاجی غلامعلی نام آشنای سفر مکم بود در خانه او منزل کرده راحت شدم به ملاقات حاجی محمد اشرفی که به حاجی حجت مشهور است و رئیس علمای مازندران است رفتم که در سابق در اصفهان با هم دوستی داشتیم در این ایام چشم او نابینا شده دامادی دارد و خیلی بانفوز و محترم است در ایران یک نفر هرگاه به عنوان ملایی یا صاحب منصبی مثلا شناخته شد این اقتدار او سرایت به اولاد و کسان و خیشاوندان او مینماید. یک مرکز اقتداری تشکیل می دهد و مثل اینکه علم هم ارسی است چند پشت بعد از او دارای عنوان اعلمیت و اقتدار و ریاست شده تحمیلی به مردم بیچاره می شود. این شخص محترم واقعا شخص عالم و با دیانتی است. بعد از ملاقات خود را معرفی کردم بسیار مشعوف شد و از اقتدارات حاجی سید محمد باقر حجت الاسلام و کشتن هشتاد نفر را به اجرای حد و هنر جلاد او ملا رجب علی سیف و شریعه یاد کرد از حالت من سوال کرد بدا کردم هوای بارفروش با مزاج من نامساعد بود حکومت با شهاب الملک و وضع آنجاها هم مثل سایر نقاط ایران بود فردا قاتری کرایه کرده به طرف آمل حرکت کردیم چون بارندگی بود چتر را قفلتن باز کردم آتر رمیده به زمینم انداخت لاکن چون گل بود چندان صدمه وارد نشد قریب غروب وارد آمال شدم سینه ام از اثر زمین خوردگی به شدت درد میکرد اکتفا به خوردن مقداری شیر کردم در آنجا دیدم اسباب ساختن راه ها و معلوم شد حاجی محمد حسن امین و زرب از دولت رخصت گرفته بسازد اگر آنتریک روس ها و خیانت روس پرستان مملکت که دائما در خرابی وطن ما کوشش می کنند مانع نشود یک محل امیدی است. حالم بسیار پریشان و مریض بودم. راهها که آمده بودم گل و فراز و نشیب و سخت بود و اهالی هم از ییلاق به قشلاق عود می بارها را به اولاق و گاو بسته اکثر زنها پابرهنه طی طریق می فردا از آنجا حرکت کردیم راه جنگل است و سنگ و سر به بالا و سخت و ابر و باران هم دائما بود تا بعد از ظهر قدری ابرها برطرف شده آفتاب نمایان گردید اطراف کوههای بلندی است که سراپا جنگل است تا رسیدیم به براست در خانه محقری منزل کرده باز شیر و تخم مر خوردم کم کم درد سینه تخفیف یابد فردا به طرف لاریجان به راه افتادیم راه از سنگ های سخت و گردنه ها و گاهی از کنار رودخانه است که رود هزار پی می گویند. منازل و خانه که در آنجا هست از تهاکل به قدری نیست که انسان را از باران و رطوبت حفظ کند. تا رسیدیم به جایی که آن را بند بریده گویند جای خیلی سخت و تنگه است. در آنجا بر سنگی صورت ناصرالدین شاه را در وسط و کامران میرزا و اعتزاد و سلطنی مرحوم و عزد الملک و امیرخان سردار و آقا وجیه الله در دست راست شاه و در دست شب مصطفی الممالک مرحوم و حاجی میرزا حسین خان مرحوم سپه سالار اعظم و وزیر فواید و مجد دوله را حک کرده اند. مدت ایستاده تماشا کرده بر فوت خوبانی که مرده اند تأصف خوردم. از آنجا گذشته وارد آه شدم و شب را با ناله و آه از درد سینه و اعضا به سر بردم فردا از آنجا نیز حرکت کرده قریب غروب از گردنه امامزاده هاشم سرازیر شده در چادرهایی که از ایلات در آنجا بود منزل کردیم بسیار مهربانی و خدمت کردند فردا نیز از آنجا به طرف بومهند به راه افتادیم از پل جاجرود که گذشتیم، مکاری از اهل سوهانک بود، مکاریان زیاد می که قروختشیان پیدا شوند زیرا رسم قروختشیان که تمام آن صفحات منفعت خیز را به اسم شکارگاه شاهی قروغ کرده اند، مردم از زراعت و شرانیدن و چیدن علف ممنوعند و یک چشمه است برای میر شکار. غالبا این است که تا رسیدند، مکاری ها را گرفته در زیر چوب و تازیانه می اندازند، و مبلغ ها مطالبه می کنند به بهانه اینکه شما نشستید نان بخورید قاطر و الاغ شما از علف اینجا چرید پس آنچه دلخواهشان است می گیرند از این تعدی بزرگان بلکه شاه هم اطلاع دارند و احدی به شکایت مردم گوش نمی دهد زیرا همین شلتاق سالیانه اجاری دارد که می دهند یک ساعت از شب گذشته وارد سوهانک شده در خانه مکاری منزل کردیم فردا به ملاحظه ای که ناصر الدین شاه هنوز از فرنگستان عود به تهران نکرده و کامران میرزا که حاکم است در حق من از هیچ گونه تعدی مزایقه ندارد از مکاری خواهش کردم مرا به حضرت عبدالعظیم علیه السلام برساند قبول کرد در خانه خادمباشی پیاده شدیم بعد از زیارت تا چند روز مشغول معالجه بودم حالم بهبودی یافت مکتوبی به امین الملک نوشتم که مملکت به او و کامران میرزا سپرده شده بود به دین مضمون که من در مشهد نایب و زیاره بودم و الان عود کرده در حضرت عبدالعظیم علیه السلام به نیابت زیارت مشغولم جواب نوشت چرا به تهران وارد نشدید؟ البته به تهران بیایید بنده خاطر جمع شده به تهران رفته او را ملاقات کردم اظهار مهربانی و همراهی کرد گفتم مدتی است از خانه بی خبرم اگر مرخصم به خانه سرکشی نمایم اجازه داد به حضرت عبدالعظیم علیه السلام عود کرده به تهیه حرکت مشغول بودم سراج الملک شنیده بود به منزلم آمده دید آزم هستم به محلات بروم رفت اسبی فرستاد فردا سوار شده به طرف قوم به راه افتادم شب دیگر در علیاباد و شب دیگر را در منظری گذرانده به قوم رسیدم بعد از زیارت با یک نفر محلاتی که در قوم بود شب سوار شده منزل در قلعه چم کردیم حاجی هاشم کت آنجا زیاد خدمت کرد از آنجا حرکت کرده منزل دیگر در دولت آباد بودیم فردا باز پیش از صبح به راه افتاده در راه چند سوار دیدیم می آیند. معلوم شد میرزا نصر الله نوکر مرحوم مصطفی قلی خان سهام و سلطنه است که نعش او را به کربلا حمل نموده و برگشته بودند. از وفات آن مرحوم زیاد تعصف خوردم به هر حال به همدلله به سلامتی وارد محلات شدم کسان و اقوام مسرور گردیدند چندی در محلات مانده سرکشی به علاقه و امر زراعت نمودم حاکم محلات میرزا حسین خان نام بود که به عکس میرزا جعفر خان با من خوش رفتاری کرد. بعد از زمانی که ماندم مکتوبی از امین الملک رسید که کارهای خود را مرتب کرده قبل از ورود شاه به تهران بیایید. من هم قبول کرده به تهران رفتم و در یک خانه اجاره ای در سقا باشی منزل کردم. شاه وارد شد. به ملاقات امین السلطان رفتم. خواست به حضور شاه ببرد. گفتم شما را که زیارت کردم دیگر طالب شرفیابی حضور شاه نیستم. در این دوره با میرزا ایسای وزیر و وزیر دفتر مراوده داشتم و قدری خود را از مجالس کناره کرده آسوده بودم. کم کم مزاق ایرانیان به دستم آمد. ورود دوم آقا سید به ایران شهریور 1268 شمسی در همان ایام حاجی امین و به منزل من آمد اظهار کرد که آقا سید جمال الدین شاه را در فرنگستان ملاقات کرده شاهو را دعوت کرده که به ایران بیاید و از افکار خود به مملکت مساعدت کند اینک کاغذی نوشته به شما هم سلام رسانیده و نوشته فردا وارد می شوم مسلحت چیست در کجا منزل کنم گفتم واضح است شاهو را دعوت کرده باید به منزل امین و سلطان ورود کند بعد ایشان هر جا منزل معین مینمایند قبول فرماید فردای آن روز سنگام غروب میرزا که سمت نوکری حضرت آقا را داشت به منزلم آمده گفت حضرت آقا به منزل امین و وارد شده منتظر از شما را ملاقات کند گفتم چرا به منزل امین السلطان وارد نشدن؟ گفت آمد از زرابخانه نوشت به امین السلطان او خودش نوشت که منزل حاجی امین و منزل من است آنجا نزول فرمایید برخواسته به حضور آقا رفته نعمت ملاقات را دریافتم و گفتم اگر اول به منزل امین السلطان نزول نکرده اید فردا به دیدن امین السلطان رفته بفرمایید چون من به امر شاه به ایران آمده ام باید منزل من به اجازه شاه معین شود و تکلیف معاشرتم موافق با رضای او باشد آقا فرمود نخواهم رفت باید او به دیدنم بیاید بعد شروع به این ترتیبات شود گفتم به این زودی نمیگذارند بیاید و بسیار زود تفتین خواهند کرد و این دفعه بدتر از سابق خواهد شد شاه شما را خواسته شاید بعضی اصلاحات به اطلاع شما در مملکت خواسته بنماید باید منتظر امر و دستور باشید حاجی امین و گفت من خودم امروز میروم که امین و را دیده خیالات او را فهمیده و تکلیف را معین کنم گفتم حاجی ارادت شما به آقا شما را مفتون او کرده موقع احتیاط را از دست می دهید شاید شاه آن اوزا و ترقیات و آزادی فرنگ را دیده فکری به حال ایران کرده و فهمیده که بدون آزادی و قانون مملکت ترقی نمی کند بلکه زنده نمی ماند. پس وجود آقا را لازم دیده لکن ممکن است به ایران که برگشته هوای استبداد و مسی و جهالت مردم عقیده او را تغییر داده باشد. حضرت آقا باید با احتیاط حرف زند به هر حال فردا را میرزا رضا به منزل من آمده گفت حاجی از ملاقات امین السلطان خیلی راضی و مشعوف برگشته و امین السلطان وعده کرده خودش هم به دیدن آقا بیاید مرا دل آرام نشد روزی امین السلطان به دیدن آقا هم آمد اظهار محبتی نمود لاکن مفسدان و جاسوسان مشغول تفتین شدند بعضی به اداوت حاجی امین ملاها به حسد سید جمال الدین که مبادا فضل و کمال و تقرب و نفوذ او غلبه بر نفوذ مستبدانه ایشان کند کامران میرزا به جهت زدیت با آزادی که مسلک سید جمال بود جمعی دیگر محض اینکه خبری ساخته به شاه یا امین السلطان یا نایب السلطنه فروخته شیرینکاری نمایند و ها کذا اجمالا وجود آقا برای دولت گویا در عوض استفاده بار سنگینی شده شاه یک دفعه هم به این سرافت نیفتاد که چرا آقا را خواسته یا با آقا مشورتی در کاری نماید آقا هم با آن فساحت بیان و فضل بی انتها در نزد هر عالم و آمی مطالب فلسفی و عقلی و محاسن آزادی را به طوری بیان می کرد که هر روز اگر معتقدی می افزود صد حاسد را نیز مشتعل می نمود اهل فتنه به هر کلمه هزار شاخ و برگ بسته گاهی جمهوری طلب گاهی ضد مذهبش نامیده نمامی می کردن تا ماه رمضان رسید حاجی مولا فیضالله الله دربندی که از جمله و بود و بعد از چند دفعه ملاقات با آقا سید جمال مرید کامل شده بود در ماه رمضان مسجد او مجمع عموم بود شروع کرد به گفتن بعضی سخنان که در ایران ذره مفید نبود و برای گوینده همه نفع خطر را مهیا می نمود. من مکرر گفتم نباید اینقدر جسور شد. مله های دنیا پر از سال ها زحمت کشیده تا حق را پوشانیده دین را موافق آمال و منافع خود به ذهن عوام فرو کردهاند. گفته های شما چه فایده دارد؟ آقا گفت نگفتن پوشیدمان آیا غیر از مقررات شریعت میگویم؟ تقبیه ظالم و رشوه و احکام ناحق و ناسخ و منسوخ و خوردن اوقاف و مال فقرا و ایتام هم خطر دارد. به من چه خواهند کرد؟ گفتم آقا به من چرا گفتن در اینجا نمان به مشهد برو به این جماعت پای منبر نگاه نکنید فردا به یک نفر می میگویم بیرونتان میکند. باری روزی آقا سید جمال هم به مسجد حاجی ملا فیض الله آمد. جمعیت خیلی زیاد بود. او به منبر رفته بعد از خطبه اسمی از آقا سید جمال الدین هم برد. مردم توجه کامل داشتند. دیدم راپورتشیان پیرایه ها می نگارند. دانستم خطر نزدیک است. رفتم به خانه مجد دوله و گفتم خیال دارم به طرفی حرکت کنم. او هم گفت صلاح است میبینم یک دیوار خراب می شود چرا گردش به چشم شما داخل شود پس از آنجا برگشته چیزی به امین و سلطان نوشته و مرخصی خواستم مدتی به خانه سرکشی کنم جواب نوشت بروید به کارها سرکشی کرده برگردید فردا شاه به دوشان تپه رفت من رفتم منزل آقا سید جمال و با حاجی امین زد و او خلوت کرده گفتم من ازم دارم مدتی در تهران نباشم چون خطری نزدیک میبینم از خطر نمیترسم زیرا مقصد حضرت عالی که اصلاح فسادهایی است که به مذهب داخل کردهاند و ترقی مملکت و جریان عدالت است امری خیلی مهم است و جانبازی در این راه شرف است لاکن به این ترتیب قطعا نتیجه ندارد و اثری نمیبخشد انسان خود را به محلکه بیاندازد. آن هم بیثمر عقلا و شرعا روانی است در میان این صحبت خادمی دست خطی آورد به حاجی امینا گرفته خواند و به من داد خواندم دیدم شاه دست خط کرده جناب امین و سلطان به آقا سید جمال بگویید برود ماندنش در تهران صحیح نیست به آقا نشان دادم گفت نمیروم گفتم آقا در ایران میگویند چه فرمانی از چه فرمان شاه لابد دید بروید گفت اگر نروم چه می کنند؟ گفتم دو نفر سوار میفرستند بیرونتان می کنند و اگر نروید می کشند. به هر حال شما شخصی پر تجربه و فیلسوفی جهان گشته اید. از چیزی باک ندارید. حاجی بیشتر از صد نفر را کفیل است و آبرویی دارد به شما خدمت کرده. او را دچار خطر نکنید. حاجی گفت دو روز قبل امین السلطان میخواست با من قرار مواجبی برای آقا بدهد قبول نکردم. و گفتم چیز قابلی نخواهد بود و خلاف شعن آقا می شود. پس گفت من حاضرم با کالسکه خود به همراهی آقا رفته در قم منزل ایشان را مرتب کرده برگردم. آقا گفت نمی تا مرا بکشند. من نمی آمدم. چرا خواهش کرده آورده ام؟ گفتم نقدم برای اینکه حاجی را آسوده کنید مهاجرت کنید به حضرت عبدالعزیم. و در جواب امین السلطان حاجی بنویسد آقا در حضرت عبدالعظیم علیه السلام است بعد مشغول اصلاح شوند پس حاجی با آقا سوار کالسکه شده به حضرت عبدالعظیم علیه السلام رفتند من هم مهیای رفتن شده شب را در حضرت عبدالعظیم در خدمت آقا بودم گفتم تا حال خطا شده الان در اصلاح گذشته بکوشید گفت چه بکنم؟ گفتم حفظ زبان کنید و به نرمی طرف را رام کنید گفت زبان سید جمال الدین به حرف دروغ و تملق و ناحق بر نمی گردد گفتم پس مردم را بشناسید خاطرات حاج سیاه بخش سی یکم. به هر حال از آنجا حرکت کرده باز به محلات آمدم مدتی مانده به اصلاح امور مشغول شدم دیدم بوی زمان حکومت میرزا جعفرخان در دماغ مردم هست مصمم شده ازم زیارت اتباط مقدسه کرده به بروجرد حرکت کردم بعد وارد دولت آباد شدم حاجی سیف و دول پارک تازه خوبی ساخته بود سیاحت کردم از راه توی و سرکان گردش کنن رفتم جلگه توی و سرکان از جلگه های خوب شاداب قله و نعمت خیز است. همه چیز در آنجا ارزان و خوب و فراوان است. و علاوه اهلش هم مهربان و قریب دوست هستند. با نایب الحکومه و شیخ الاسلام و بعضی بزرگان ملاقات کرده به طرف کنگاور حرکت نمودم. منزل به منزل تا قصر رسیدم چیز تازه ندیدم جز از اینکه حسین خان حسام الملک پس از قسم قرآن و اطمینان کامل دادن جوانمیر را کشته و تمام اموال او را به غارت برده و زنها و بچه ها را اسیر کرده بود. از همه بدتر رفتاری بود که با نسوان بیکس کرده. چه بی اسمتی که انسان از ذکر آن شرم دارد. در خانه این دیدم به سر زوار در خصوص تذکره و نعش اموال چه بلاها می آید. مأمورین ایران چه وطن فروشی ها و خیانت ها به مردم نادان می کنند. به جمله دویوم محرم الحرام سنه 1308 قمری مرداد 1269 شمسی وارد کازمین شده. بعضی دوستان را در بغداد و کازمین ملاقات کرده به طرف کربلای معلا حرکت کرده برای آشورا به آنجا رسیدم. بعد به نجف اشرف رفته مدتی در آنجاها درک فیوزاد کرده به کازمین آود کرده به سامره رفتم در سامره به حضور حجت الاسلام حاجی میرزا حسن شیرازی که ارادت و آشنایی سابق داشتم مشرف شدم کمال لطف را فرمودند و آقا سید محمد پسر مرحوم آقا سید صادق را به دوستی سابق ملاقات کرده نهایت انسانیت از ایشان دیدم پول از هند و ایران و قفقاز و تمام بلاد شیعه مثل سیل و آسان آقا میرزا میریزد و طلابی که در سامره متفقف هستند عیش و خوشی بی زحمت از گنج باداورد دارند ماهی شاید دو سه روز تفننن جمع شده در حضور میرزا صحبتی از اصول یا فقه می کنند و هر یک داییه دارند که عود به عجم کرده ریاست کل و اختیار نفوس یک مملکت را به کفارند. خود آقا میرزا از بسیاری رنجیده است ولی چاره ندارد. از سامره مکتوبی به امین و سلطان نوشتم که چنانچه از کربلا عریضه کردم در سامره هم نایب و زیارم پس حرکت به طرف وطن کرده به کرمانشاه وارد شده دیدم آن شخص که فرامرز سلطان را بی تقصیر کشت و به سر ایال جوان میر بعد از قتل و غارت آن فضیحت را آورد و مال دنیا را کرورها جمع کرد مالهایش را ورسه قسمت کرده خودش در خاک سیاه خفته است و پسرش در کرمانشاهان فرمان رواست که با من انسانیت کرد ضمنا از آقا سید جمال الدین کاغذی به من رسید به این مضمون که اوزا بعد از حرکت شما تغییر کرده کارها رو به خوبی است تا کرمانشا اسبم زخم و کیسه هم خالی شده بود حاجی وکیل دوله آقا محمد علی ناظر خود را امر کرده بود که اسب فلانی را نگه داشته اسب خوبی بده سوار شود هر وقت زخم اسبش خوب شد میفرستیم و صد تومان داده بود که در راه از این پول ها کند و اگر در جایی ضرورتی رخ دهد ده هر حواله دهد ده قبول است بلجمله از آنجا حرکت کردم منزل به منزل با امن و استراحت طی کرده به مهاجران رسیده از آنجا به کرهرود آمده در خانه حاجی میرزا محمد حسین مجتهد پیاده شدم جناب آقا سید باقر را هم ملاقات کردم مهربانی بود فردا ساعد دوله سردار حاکم اراق و حبیب الله خان و سمسام الممالک و علی نقی خان امیر تومان از عراق بکر هر دو به دیدنم آمدند لابد به شهر به بازدید ایشان رفتم با یک نفر نوکر که از مهاجران برداشته بودم از سلطان آباد حرکت کرده شب در قریه نورنگ به سر برده فردا غروب روز هشتم ربیع اول, اول سنه 1308 قمری مهر 1269 شمسی به محلات و خانه وارد شدم حرکت از محلات به تهران دی 1269 شمسی مدتی مانده به اصلاح عمل ملکی پرداختم بالاخره دیدم ممکن نیست مدت طولانی دور از پایتخت با این زار به سر برم به طرف تهران حرکت کردم وارد قوم شدم گفتند حاجی مولا الله نیز چند روز است وارد شده اول از تهران به حضرت عبدالعظیم اخراجش کردند بعد از آنجا هم به قوم تبعید نمودند به منزلش رفتم او را در حالی پریشان و تنها و افسرده دیدم خیلی آهسته حرف میزد به طوری که جواب سلامش شنیده نمیشد مرا دید مشعوف کردید اول پرسی کردم گفت از تهران امر کردن بیرون روم رفته مدتی در بست حضرت عبدالعظیم علیه السلام بودم چند روز پیش کسی آمد که چند نفر در بیرون بست با تو کار دارند بیرون آمدم فورا گرفته به یابوی پالانی سوارم کرده پایم را از زیر شکم اسب بسته با این حال زار به اینجا رسانیدند دیدم اثر ساییدگی و زخم در پاهایش نمایان است منزلش در یک طرف گلیمه کهنه ای انداخته لحاف کهنه ای با یک بالش کرباسی بدون چادر شب در یک طرف و لباسهای چرکش در یک طرف بود یک نفر از طلاب قوم که غیرتی داشت به احوال پرسیش می آمد و لوازم را او می خرید. از حالش خیلی متأثر شدم و گفتم کو آن مریدان و سلوات گویان و غیرتمندان. نگفتم این امور سطحی قابل اعتناع نیست. کوفی و مسلم همیشه بوده و هست و خواهد بود. معلوم شد اهدی به حال او توجه نکرده. فقط امین و دوله به رئیس پوز خانه نوشته که لوازم منزل بدهد و ماهی مقرری خرجی که به قناعت کفایت می کرد از طرف او می رسید و به کسی اظهار نمی کرد لکن قلبا دعاگو و شاکر بود گفتم به طرف تهران میروم. فرمایشی داری؟ گفت به دوستان حالم را بگویید گفتم دوستان سهل است دوستی نمی شناسم از قوم حرکت کرده دویم جمادی آخر سنه 1308 قمری دی 1269 شمسی وارد حضرت عبدالعظیم علیه السلام شده اسب و اسباب را به تهران فرستاده خودم بعد از زیارت حرم به حضور آقا سید جمال رفتم در درون بست در خانه شیخ حسن بود بعد از ملاقات حالت حاجی ملا فیض الله را پرسید شرط دادم گفت بیعقلی کرد اگر در بست میمان نمی بردن. گفتم خیر عاقل بوده اگر توی حرم هم بود میکشیدند گفت شما به این مردم سوء زن زیاد دارید گفتم سوء زن من ضرری ندارد حسن زن شما مذر است که با این مفسدان و سخنچینان هم مجلس شده هر حرف را در نزد ایشان میگویید ملاحظه فرمایید نمیگویم نمیتوانستند کار حاجی ملا فیض الله را اصلاح کنند آیا این را هم نمیتوانستند که او را در آنجا گرسنه نگذارند حاجی امین و زرب یک نفر است و شیخ تماشی که در مصر به شما یک میلیون فرانک نصار کرد یک نفر بود مغرب شد دیدم از کلاشان مفسدان و جاسوسان کم کم در اتاق آقا جمع شدند من در اتاق دیگر بودم نخواستم نزد این مفسدان بروم وقتی شام گفتم فقط کاسه آبگوشتی آوردم صرف شد این گربه های دور سفره خوش ها و هم دردی ها اظهار کردند تا در آنجا شام صرف کرده راه خود را گرفتند بعد از رفتن ایشان به آقا گفتم اینان کیان بودند شمرد فلان و فلان فلا گفتم آقا باز شما گولی این مفسدان را میخورید و در نزد ایشان حرفهایی میزنید حیف نیست نانه حاجی امین و زرب آدم ساده ای را بخورد این مفسدان میدهید اینها منافقند من چنان به نظرم آید که شما را مجبور به حرکت از اینجا خواهند کرد گفت نمیروم گفتم به زور میبرند این جماعت هر روز راپورت می دهند و ماده را قلیز می کنند. گفتم خادم شما کیست گفت عارف بیروت رفت تنها میرزارزاست. گفتم او هم از نمره اول دیوانگان است گفت بله چنین است او هر وقت از شهر سلامت برمیگردد گویم من منتظر شنیدن خبر قتلت بودم این گردن بلند او مستعد بریدن است میرزا رزا ارادت عجیب و غریبی به آقا داشت و گاهی که مشاهده میکرد من با آقا مشغول جر و بحث هستم خیلی ناراحت میشد و در خلوت غضبآلود با من اطاب می میکرد که چرا با آقا اینطور حرف میزنید ولی چون آقا به او توصیه کرده بود که همیشه از من اطاعت نماید چیز دیگری نمیگفت صبح با حضرت آقا ودا کرده گفتم دیگر من مادامی که کارها به این شکل است به حضرت عبدالعظیم علیه السلام نمی آیم و می بینم شما را هم اینجا نخواهند گذاشت برف حرف خیر گوش نمی دهید کاش با امین و سلطان می ساختید گفت بلی مکرر به حاجی امین و زرب گفته که اینجا بیاید و نیامده گفتم نخواست او را دل شکسته کند در این هفت ماه که شما اینجایید به جهت شما حضرت عبدالعظیم را ترک کرده است پس از ودا با آقا به تهران آمده گوشه ای گرفته با میرزا ایسای وزیر و وزیر دفتر و حضرت آقای آقا شیخ حادی مراوده داشتم روزی حاجی امین و به منزلم آمد گفتم کاش آقا به اختیار مهاجرت میکرد میترسم مثل حاجی ملا فیض الله بیرونش کنند حاجی تصدیق کرد چون تحفه هایی که ناصر شاه از این سفر فرنگ بعد از خرج ده ها تومان به ایران آورده بود یکی دادن امتیاز واگن در محلات تهران و راهان تا حضرت عبدالعظیم علیه السلام به روس ها و دادن امتیاز تنباکو به انگلیس ها بود که دول فرنگ با همین امتیاز ها تمام ممالک دنیا را متصرف شده یک تحفه هم آقاسه جمال بود که این دعوت برای او فضیحت و وبال گردید. در همان روزها اعلانی شبانه بر درهای مساجد کاروانسراها و معابر عمومی و سفارتخانه ها چسبانده بودند بدین مضمون این کوچه های تنگ که عموم مسلمانان حتی سگها و گوسفندها بر آنها حق دارند چگونه به خارج بخشیده اند که فردا اطفال مسلمانان زیر اراده کالسکه ی اجانب خورد شوند از آن بدتر تنباکو مال ایرانی خریدار استعمال کننده ایرانی به چه دلیل فروش و خرید منحصر به اجانب شده به ها کذا تنقیدات دیگر به کارهای دولت بود من بعد از اطلاع از این اعلانات حاجی امین و زرب را دیده گفتم خدا حضرت آقا را حفظ کند گفت چه دخل به او دارد گفتم آیا تحقیقی در کار هست آیا این وسیله نیست برای مقرزین و مفسدین گفت بله چه میتوان کرد فردای آن روز سید قریب محترم بیچاره در منزل خود در خانه شیخ حسن در بست بود دست خط می رسد به مختار خان که از جانب امین السلطان سلطان حاکم حضرت عبدالعظیم بود به دین مزمون مختار خان سید جمال دین را از بست بیرون کرده به این سواران بسپار مختار خان دستخط را بوسیده و چند نفر فراش را امر می کند که سید را بیرون کنید اگر نیاید در حرم هم که باشد بکشید بیرون فراشان رفته اول در سن را میبندند و با آقا سید جمال می گویند بیا باید بیرون روی اعتنا نمی کند ریخته از گریبان و دست و پایش گرفته لگت زنان در میان برف و گل و لجن سراب ها برهنه کشان کشان بیرون میآورند، بند زیر جامعش باز شده مکشوف الاوره روی برف می کشیده اند. آقا صدمات ضعف کرده بیهوش شد با آن حال کشان کشان تا باغ مهدولیا می رسانند مختارخان می گوید چای می آورم نمی خورد. می گوید اگر مجبورم بخورم می مجبور نیستی پس امامش را برداشته یا بوی پالانی می تا سوار کنند از اول گیرودار تا آخر یک کلمه تذر رو و التماس نکرده پس از اینکه به اسب پالانی سوار کرده پاهایش را از زیر شکم اسب میبندند میگوید یا عدل یا حکیم و به فراشان میگوید البته به شاه خواهید گفت که سید را روانه کردیم میگویند ولی ارزی هم دارید بگویید میگوید پیغام از من به او برسانید بگویید من و تو هر دو کارهای گذشته اجدادمان را تجدید کردیم به انتقام دوچار خواهی شد بعد از بردن آقا میرزارزا از شهر برگشته میبیند به سر آقا این بلا را آوردند در آن اسنا سلیمان خان افشار صاحب اختیار که از حزار بود پرخاش کرده میگوید ای مردم حیا کنید سید جمال الدین پسر آقا سید سفتر مرحوم از سادات صحیح و نسب اولاد پیغمبر و اهل ولایت من است که خوب را می شناسم این چه تهمت است حیا کنید میرزا رضا فریاد کنند به کوچه و بازار افتاده میگوید مردم این امامزاده مرده را که به زیارتش می آیید امامزاده زنده را به سرش این بلا را آوردن تماشا میکنی فردا جواب جدش را چه میگویید؟ پس بر سر مناره بالا رفته فریاد کشیده مختار خان فرستاده او را گرفتار کرده آورده به فلک بسته چوب زیادی زده و حبس کرده میگوید به سید ارادت زیاد داری میگوید بلی اگر رها کنید با این پای زخم در میان برف دنبالش میروم من هنگام مغرب به منزل امین سلطان رفتم دیدم حاضران شادی گرفتن آقا سید جمال و این صدمات را به یکدیگر میگویند و میگویند مسلمان نبوده زیرا مکشوف الاوره شده خط نکرده بوده خلاصه از آنجا به خانه وزیر دفتر رفتم دیدم جمعی در آنجا هم خبر این فتح بزرگ را که شاه و امین سلطان و کامران میرزا کردند به یکدیگر میگویند کویا قفقاز را برگردانده یا حرات را گرفتهاند که یک سید فاضل عالم وحید غریبی را دعوت کرده بعد با این فضیحت بیرون کردند بعضی در آنجا هم به نحو شماتت میگفتند سید نبوده کشف عورت شده ختنه نشده بوده خلاص مختارخان از میرزارزا 14 تومان گرفته او را رها کرده بود لکن خواهر زنش از امین اقدس کاغذی به مختارخان گرفته بود پول را به میرزارزا پس دادم من با حال پریشان به خانه امین و زر محرمانه رفتم در این حال معین و تولیه هم وارد شد شرح ظلمی که به آقا شده بود بیان کرده هر سه مثل ازاداران گریه کردیم بالاخره گفتم هاجی گریه فایده نداره سه چیز لازم است بکنید. اولا کیف کاغذ آقا را به دست دارید بسیار کسان از دوستان آقا به او کاغذ نوشته آن کاغذ ها اسباب خطر دوستان می شود دوم اینکه برای راحت و خرج راه آقا کاری بکنید سوم اینکه میرزا رضا را به طرفی روانه کنید که آدم تند بیباکی است از وجود او در اینجا تولید زحمت می شود موین تولیه گفت کاغذ هایی که در تاخچه شیخ بود حسن صاحب خانه جمع کرده بود مبلغی داده گرفتم امین و زرب گفت شنیدم کیف را بسته با سایر اسبابش به حضور شاه بردند اشیا اش را به حاضران بخشیده کیف را امین و سلطان گرفته کاری میکنم که اگر کاغذ خطرناکی باشد به دست نیفتد اما برای خود آقا به قم آدم فرستاده هم اسباب راحت سفرش را فراهم میکنند میرزا را نخواسته نزد او بفرستم لکن من به معاش او کفایت میکنم تا کارها طوری شود واقعا با این همه صدمات از ارادت امین و زهب نسبت به آقا ذره کاسته نشده بود ولیکن امین و سلطان بعد از این واقعه نسبت به او کم میل شده بود. روزی به حضور آقا میرزا عبالحسن جلوه رفتم دیدم خیلی پریشان حال است. در خلوت از من پرسید سید را چرا با این افتضاح بیرون کردند؟ گفتم آن اعلانی که نوشته شده بود به او نسبت دادند. گفت حالا دیدی باید از این مردم ترسید و باید به کسی اطمینان نکرد مردم چنین هستند به هر حال معلوم شد آقا سید جمال را به همان حال تا کرمانشاه رسانیده لکن در آنجا میرزا زین العابدین خان حسام الملک احترام کرده چند روز نگاه داشته تدارک سفرش را دیده محترما به خانه قین رسانده و از آنجا هم محترما به بغداد وارد شده در بغداد والی و شیخ الاسلام و نقیب و بزرگان احترامش کردهاند و در آنجا آسوده شده حاجی الله فیض الله را هم امین دوله به عتبات روانه کرده در سامر را بود وفات کرد بعد از رفتن آقا سید جمال الدین اگرچه ظاهرا هواخواهان قانون و عدل و آزادی در خارج و داخل ایران زیادتر شده در پنهان داشتن مقصود احتیاط زیاد کردند لکن همین فشار و زدیت بلخاصیه آتش میل به حقانیت را تیج سر می کند و کسانی که در این خطوط کار می کنند فعالتر می گردند چند نفر به طور انفرادی در ایران بودند که وضع ایران را خراب و عاقبت آن را وخیم دیده حس تنخواهی و عدالت و قانون تلوی داشتند خصوصا کسانی که ممالک خارجه را دیده و ترقیات ملل را به واسطه ی عدل و قانون میدیدند. و حال تأصف ایران را با ممالک دیگر سنجیده از پنجه که دولت روس به واسطه فرید دادن شاه و وزیر و ارباب نفوذ بر استقلال ایران فرو برده بود می ترسیدن. در ایران روزنامه و کتب و کنفرانس و اجتماع و مذاکره بلکه اشاره به این امور موجب هلاکت و انقراض خانواده و اتهام به بابیت و دهریت بود چنانچه به همین تهمتها میرزا ملکم خان را بیرون کرده و آن بلا را به سر سید جمال الدین آوردند و کسانی که خارج بودند برای ایشان راه اقدام به این امور بسته بود در این اوقات که واقعه سید جمال الدین قدری کهنه شده بود و ماه رمضان رسیده وقت اجتماعات و بیکاری مردم بود میرزا ملکم خان در لندن روزنامه قانون را تبع می کرد و به وسایل مخفیه برای کسانی که اهلیت داشتن میفرستاد. روزنامه ابو نزار هم در پاریس تبع میشد و برای من این روزنامه ها مخفیانه می رسید. روزی میرزا نصرالله خان برادر زن صاحب دیوان که از مهارم بود روزنامه قانون را در منزل من دیده خواهش کرد دادم مطالعه کند چون به او اطمینان داشتم در آن روزها که ورود این روزنامه ها و ظلم درباریان و فاجعه سید جمال الدین حرارت آزادی خواهان را سرشار کرده بود چند مکتوب بدون امضا در طی چند جلسه محرمانه به پیشنهاد من تهیه و یکی به شاه و یکی به علما و یکی خطاب به ملت نوشته شده در چند صد نسخه به هر طرف فرستاده شد این نامه طولانی هستش و در بخش بعد هر سه نامه که تصور میکنم یک بخش رو تشکیل بده خدمتون تقدیم میکنم خاطرات حاج سیا بخش سی و دوم مضمون مکتوب به شاه قربان خاک پای جواهر از اقدست کردیم عرض رعیت بیچاره فلک زده بخت برگشته سیه روزگار در خاک پای اقدس اعلا حضرت زل الله فل این است که لامحال باید زل را به زی زل شباهتی باشد خداوند متعال بندگان را بدون اینکه نفعی به خود منظور دارد به وجود آورده انواع نعماء خود را بر ایشان جاری فرموده در میان جنس انسان سلاطین را برگزیده ایشان را به دیهیم شاهی مزین گردانیده پرستاری بندگان به ایشان قرار یافت رعایا ودایع الهیه و سپرده به ملوک هستند و بر رعایا اطاعت عوامر شاهانه لازم است لکن بدیهی است معلوم و معین نبودن عوامر و نواهی شاهانه جز سرگردانی مطیعان را سبب نتواند بود زیرا نمیتوانند بدانند با کدام حرکت و سکون محبوب و با کدامین مقبوز خواهند شد و اعلا حضرت هم مادامی که تکالیف را معین نفرموده ممکن نیست مطیع و آسی و خادم و خائن را بشناسد از ابتدای سلطنت اعلا حضرت شهریاری به هرچه اراده همایونی تعلق گرفته بندگان جز راه اطاعت نپیموده ایم مثل میرزا تقیخان اتابک را که امیدگاه یک ملت و نجات دهنده یک مملکت و استوانه محکم سلطنت بود بی تقصیر برفکندید، همه سکوت کردیم. شصت فوج ایرانی را در سفر مرو به دست ترک منان اسیر دادید. بدون کلمه اعتراض هر کس عزیز خود را مثل گاو و خر خریداری کرد. هر کس را از برادران اسلامی ما به محض تفرج و دلخواه به هر تهمت و اسم و رسم قربانی کردید چشم پوشیدیم از ارازل و اشخاص پست از زن و مرد و سفید و سیاه حتی گربه را هم به مقام و منصب و لقب مفتخر فرموده بر اغلا و بزرگان و نجبا و علمای مملکت ترجیح دادید تزلل کردیم جیران خانم ها، ملیجک ها، ببری خان ها، بزرگان مملکت واقع گردیدند. هر نقطه را محض اینکه شاید در سالی یک دفعه خاطر مبارک به تفرج تعلق گیرد با کرورها مال رعایا و فقرا امارت ساخته جز تماشا کاری نکردیم. هر نقطه ای که از آثار بزرگان ملوک گذشته ای ایران یک افتخار باقی بود خراب و ویران کردید با تأسف قلبی سکوت کردیم داد شاه پرستی داده شکایت از بی ها نکردیم اگر پادشاه آلمان بیسمارکی را تربیت نمی کرد، امروز به آن عظمت نایل نمی گردید. بدبختانه در ایران در هر سری شور مملکت خواهی و عدل و نظم و وطن پرستی دیده شد مثل میرزا تقیخان اتابک لگت ارازل و وطن فروشان گردید که بهر خزر را آب شور خوانده و گفتند به چه کار آید نخوردنی است ننوشیدنی این حکام حریس ظالم وحشی را که به هر ولایت مسلط کردید فرشته نبودند از آسمان نیامده بودند هر شکایت از آنان شد اعتنا نکرده رؤایا را مجبور کردید که هر بلا به سر ایشان آید اظهار ندارند یک بی و پایی یک ولایت را در یک سال تاراج کرده صدها هزاران به درباریان و واسطه ها داده و خود یک دستگاه سلطنتی فراهم کرده اهل ولایت او رو اوریان رو به بیابان گذاشته در خارج به عملگی و گدایی و حمالی رفتند. علا حضرت توجهی نفرموده باز خونخاران را مالک و رقاب رمه گوسفند بیشبان فرمودید به فرنگستان تشریف بردید آیا در بندر و لنگرگاه تمام ممالک غیر ایرانی حمال و زلیل و عمله دیدید که اکثر ایشان در قربت به ذلت جان میدهند آیا به قلب مبارک اثر نکرد که از ابتدای سلطنت تا امروز به کدام تزلم صد دینار احقاق حق شده؟ اگر بفرمایند هست مانند شب قدر و اسم اعظم از انسانها پنهان مانده اگر بفرمایید گاهی ظالمی را معزول کردم اولا ازل مجازات نیست ثانیا ازل هم یک راه دخلی است برای درباریان و مسلط کردن گرگ گرسنه دیگری بر رعیت آواره از خانمان فرزن بر زعفار رحم نمی فرمایید اقل خود ایش و نوش اقتدار می خواهی. آن هم بسته است به وجود رعیت رعیت چو بیخ است و سلطان درخت درخت ای پدر باشد از بیخ سخت توجهی به حال مردم بیچاره فرمایید عاقبت ظلم وخیم است که گفتهاند پادشاهی که طرح ظلم نمود پایه را کند و بام را اندود با وضع امروز دیگر طاقت اطاعت نمانده از بندگان چند هزار ساله ای ایران جز اطاعت سلطان دیده نشده لیکن بار ظلم این اطرافیان چنان گران است که لابدند بار برادران از دوش بیفکنند و مقرزین آن را اسیان جلوه خواهند داد و خواهند گفت چنگ به روی دولت میزنیم و برای تقرب خودشان و خوردن خون مظلومان آرز را مقصر به خرج داده تا آن اعلا حضرت را بر رعیت متقیر تر گردانن. خدا آگاه است کار به جان و کار به استخوان رسیده گر تو صبور باشی طاقت نماند ما را امید امر به وضع یک قانون ولو هر قدر سخت باشد داریم که از روی آن با رؤایای مطیع رفتار شود نه به میل اشخاص تا چه کند همت شاهانه ات این کاغذ به شاه رسیده نایب السلطنه و, سلطنه و کامران میرزا و امین السلطان و نگذاردند اثری به وجودش بخشد بلعکس باعث شدت کینه او به رعیت گردید در این اواخر بعد از اینکه عمل رژی به فشار مردم موقوف کردید و بعضی شکایات و عرایز به گوش شاه رسید و حرس طبیعی به گرفتن پول و اینکه امین السلطان راه تقرب خود را به رساندن پول به ناصر الدین شاه دانسته بود ظلم در نهایت شدت تقیان کرد هر صاحب تمولی مرد عمده مال او را با هزاران وسیله ناصر الدین شاه برد چنان قرق عیاشی و خرج زیاد شده بود که از تمام مالیات ایران که قطعا چند برابر از رشوه و جریمه و فروش منصب و لقب و حکومت و غیره ها حاصل میشد، آتش حرس ایشان را خاموش نکرده شروع کردند به فروش مملکت و امتیازات دادن به اجانب خصوصا به روس ها و انگلیس ها که مترسد تصرف و نابود کردن مملکت قدیمی و با افتخار ایران هستند. مضمون مکتوب ها که به حکام و بزرگان شهرها بی امضا نوشته شد ای هموطنان و غیرتمندان و برادران چشم عبرت باز کرده به روز سیاه خود نگاه کنید که به چه درجه اسیر و ذلیل و خار و بدبخت و سیه روزگارید و فریاد رس ندارید به هر اجز و الها و تملق و تذرع و التجاع آجزانه به درگاه ملوکانه کردیم که پادشاه اسلام تکلیفی و حدی برای مباه بودن جان و ناموس و مال ما تعیین نماید تا بدانیم در چه عمل مجازات و در کدام مکافات داریم اگرچه بگوید هر کس صبح زود از خواب برخواسته باید مقتول شود ولی این حکم از روی قانون باشد که مردم بدانند و بدون استثناء اجرا شود عرایز ما را قابل اعتنا نشمرده رعیت را مورد سخت واقع گردانیدند از خدا و رسول شرم نکردند با بنده خیرخواه خدا و فرزند حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم آن رفتار را کردند که دیدید و شنیدید جهت همه این اقدامات این است که برای ظلم ایشان حدی و برای اجرا دلخواه ایشان صدی نباشد ما اهل ایمانیم و برادر یکدیگر مظلومان از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام برای رفع ظلم چارجویی کردند فرمود تا حال به ظالمان گفتند ظلم نکنید نشنیدند حالا من به شما میگویم قبول ظلم نکنید اطاعت این امر ایشان را آسوده کرد ای برادران قیور دیندار وطنخواه همت را عالی بدارید رنج را راحت شمارید مطیع ظالم نشوید تا شما را گوسفند ندانند اگر پدران ما قبول ظلم نکرده بودند ما الان آسوده بودیم ایشان تکلیف خودشان را ندانسته یا نکردند ما باید قرض ایشان را ادا کنیم برادران دینی و وطنی تمام ادیان و فرق ظالم را ملعون شمرده اند مطیع ملعون نشوید زیر بار ظلم نروید بر اولاد و آیندگان رحم کنید مایه ای آسایش ایشان شوید که ظالم در هیچ حدی نمی ایستد. برای تعدی حدی بگذارید. زندان دولت را ببینید از چهل سال محبوس و اسیر کند و زنجیر هست که در این مدت کسی اسم او را نشنیده. زنده در گور شده. مگر اینان اولاد وطن و برادران ما نیستم؟ ما که مسلمانیم و میگوییم پادشاه ما مسلمان است باید در زیر سایه او در امان باشیم لکن اگر دنیا را گردش کنید از ایرانی زلیلتر و خارتر و مظلومتر و تر در عالم نیست سرباز را رعیت می دهد که به کار هیزم شکنی می رود مواجب را صاحب منصبان می برند و آنها زلت می کشند ویلا رعیت چه لطمه ها و سیاست ها می بیند مهار میکنند چوب و فلک و کند و زنجیر و تازیانه و شکنجه بریدن گوش و دماغ و دست و پا و غیر اینها همه برای بی است اشرار و ظالمان و مقصرین و خورندگان مال مردم بلکلی از معاخزه و سوال و جواب آزادند چقدر بیگناهان را به قرض نفسی تهمت بابی زدند و کشتند پادشه پاسبان درویش است این پاسبان به یک اشاره شهست نفر سرباز آرز را سر می برد و شکم می و شهست فوج را به ترکمان می بخشد. گویا تمام این گوزفند ها قربانی هند. این است در شاه که با گرگان بیرحم و خونخار احاطه شده. برادران نمیدانید اهل عالم در چه امنیت زندگی می کنن. ما نباید به ظالم ایراد کنیم باید انسان خود را اسیر گرگ خونخار نکند اهالی تمام ایران آیا مرده اند؟ مثل میرزا تقیخان امیر امیدگاه نجات ایران را کشتند کسی نگفت چرا شست فوج را در مرو به ترکمان دادند گویا در ایران چیزی واقع نشده مردم را شب و روز به دلخواه از خانه ها کشیده زنجیر را حبس می کنند مالشان را می کسی نمی پرسد چرا سربازان اصفهانی را کشتند که چرا آرز هستید؟ کسی را دل نسوخ هر رزل دونی را مالک جان و ناموس خلق می کنند همه تمکین می کنی. یک زن بی اصلی حکمران ایران می شود همه سر اطاعت به پیش داریم به گربه سجده می کنیم ببریخان است به بچه کثیف نانجیب قربانی میشویم چون ملیجک است هر چه میکنند تحمل میکنیم گمان میکنیم دیگر رحم خواهند کرد آقای سید جمال الدین مرد بزرگوار را به آن خاری راندند که چرا نام عدل برد مردم به چه امید سکوت کرده ای؟ کیست که میتواند اسب خوبی یا عیال خوشگلی یا متاع خوبی داشته و ایمن باشد کیست که میتواند دارایی خود را آشکار کند کیست بتواند هر هرچه بخواهند ندهد کیست به حق خود را مطالبه کند کیست که امید دارد مالش را بعد از مردنش ورثه ببرند ای مردم کی اقدام به خلاصی خود کردید و نشد کی اتفاق نمودید و فایده ندیدید برخیزید و حدی برای ظلم بگذارید غیرت غیرت سواد کاغذی که به علما نوشته شده حضور مبارک آیات الله چند نقطه عرضه می داریم اگرچه فوق حد بندگان است که در محاضر مبارک عرض بنماییم لکن استعلاما سوال می کنیم آیا حالت حالیه و رفتار بزرگان و مقتدران را با رعایا و اصناف و کسبه ایران که همه مسلمان و برادران یکدیگرند میدانید یا خیر آیا این رؤایای فلک زده که شب و روز دمی آسایش ندیده هزارها از علما و طلاب و سادات را غرق نعمت و رحمت و راحت داشته ایشان را آقا و خودشان را بنده به بوسیدن خاک پای ایشان تبرک می جویند و هر زحمت را قبول کرده آقایان را صدر نشین گردانیده بهترین نعمت و زن و امارت ها و لباس ها و اصفا و باغات و املاک را بر ایشان روا داشته خود ذلت را قبول کرده اند آقایان چه توجهی به حال این ضعیفان کرده اید این صدمات و قتل ها و قارت که بر ایشان وارد می شود حضرات آقایان را در کجا دل سوخته و به یک اقدامی جلوگیری از این ظلم های بیحساب کرده اند آیا برادری اسلامی و ترحم و امر به معروف و نهی از منکر و رفع ظلم و حفظ ناموس محترمه در شریعت به علما متوجه نیست عجبا گاهی میبینیم هرگاه صدای یک دفی در خانه یک فقیری بلند شود رگ امر به معروف و حضرات آیت الله ها به حرکت آمده لشکر طلاب تا ریختن خون صاحب خانه ایستادگی نمی کنند اما فریاد مظلومان که در زیر چوب و فلک از دربار دولت و حکام به آسمان بلند می شود آقایان را کیک نمی گذد. این توهین ها و قارت ها و جرم ها و حبس و زنجیر ها و شکنجه ها که به مسلمانان وارد می آید در نزد آقایان گویا از عادات هست آیا جوابی برای روز جزا حاضر کرده اید؟ به ما هم بفهمانید اگر نکرده اید به این امت که برای تحصیل شماها کرور کرور پول تحمیل آنها شده چه نتیجه ای به مسلمانان آید گردیده؟ آیا خداوند عالم مالک بندگان و پیغمبران و نایب ایشان و امامان خلفا و پیغمبران و شما جانشین ایشان نیستی؟ آیا پیغمبر و امام اگر حاضر بودند به این حال ملت مثل شما تماشا کرده به کار عیش خود مشغول می شدند؟ آیا امت ودایع خدا و رسول نیستند؟ با این ودایع چه رفتار کرده اید؟ اگر بفرمایید از ما پیشرفت نمی کند اولا در بسیاری از این کارها خود به ایشان یاری می کنید سانیان کی شما اتفاق نموده ملت را دعوت به رفع ظلم نمودید و کسی نشنید ملت را ظالمان گوزفند کرده سر بریده از گوشت و دنبه آن هم شما می میبرید و الا کی گفتید این ظلم ها را حق ندارند به جمله ملت به تدریج بیدار و آگاه گشته دم از قانون و حقوق دولت و ملت میزد روزنامه قانون مشتاق فراوان داشت و دست به دست میگشت به توصیه امین و دولت در مورد نامه که از خارج برای من میرسید زیاد سخت گیری نمی و فورا میرسندند لذا چندین نسخه از روزنامه قانون هم از اروپا در جوف روزنامه‌جات خارجی برای من میرسید که آنها را به توسط اشخاصی مطمئن منتشر میکردم. روزی نزدیک افتار میرزا رزا آمده دیدم خیلی مشعوف است. گفتم چه خبر هست؟ گفت بالا زدم. گفتم چه کردی؟ گفت آقا را خواهم آورد. منظورش از آقا سید جمال الدین بود. گفتم چه شده حکایت کن؟ آقا میرزا نصرالله هم حاضر بود گفت رفتم به منزل میرزا آقای درویش به من گفت آقا بالا خانم و اینا نظام با تو کار دارد برو او را ببین رفتم دیدم سوار شده مرا دید گفت برو به خانه من برمیگردم رفتم طولی نکشید برگشت چون نشست گفت من خیلی مشتاق دیدن شما بودم از حضرت آقا چه خبر دارید گفتم محترما در بغداد است گفت هیچ کاغذ از او دارید بعد گفت یک نفر شبیه شما از طرف من سندی ساخته دلم میخواهد دوستان جیب و بغل شما را ببینم پس دست کرد از بغل من روزنامه قانون را درآورد و بعد از خواندن رد کرد من هم به ما این نظام گفتم شما نوکر و خیرخواه آقای نایب و کامران میرزا هستید او را ملتفت کنید بر اینکه حالا پدر دارد وزیر جنگ و حاکم تهران است اگر فکر آینده خود را نکند فردا چشمش را در میارند یا اینکه اگر رحم کردن در گوشه امیریه همیشه در قفس خواهد ماند موین این نظام گفت برای آینده چه فکری بکند گفتم الان حضرت آقا سید جمال الدین را بیاورد روی مردم را به او بکند و شاه بشود این نظام گفت اگر این حرفها را به خود آقای نایب و سلطنه بگویی او را گرم کرده به سر کار می پس مقرر شد که روز آینده دو ساعت به غروب مانده مرا پیش آقا ببرد امروز بود که همان وقت مقرر رفتم مرا به حضور او برد تا مرادید دید گفت این آشنای خودم است گفتم تو را از کجا میشناخت گفت سابقا من دلال تجار بودم از من چند تا قشال و یک بتان خز برای آقا خواستم من هم از نازم و تجار گرفته بردم پولش را وعده کردند من به هر وسیله متوسل شدم دوندگی کردم ندادند وقتی آقا وزیر تجارتم بود من رفته در برابرش نشستم و گفتم آقا اینجا برای چه نشسته گفت برای احقاق حق مردم گفتم من از خود شما آرزم از تاجر شال و خز گرفته به شما داده مدت هاست ها دوندگی می کنم نمی دهید. اول در حق خودت حکم میکن تا به دیگران هم اثر کند خیلی خجل شده در میان حاضران به موی نظام گفت به بر پول این را بده ولکن او را خواسته به گوشش هم چیزی گفت مرا بیرون برده یک هزار و دویست تومان شمرده دادن لکن زیاد تو سری و پشت گردنی به من زدن گفتم خب دیروز گفتگوی تو با نایب سلطنه چه بود؟ گفت بله من به او گفتم مردم بالکلی از پدرت نفرت دارن کشتن میرزا تقیخان امیر کبیر کشتن سربازهای های بیگنا خرچ های بیجا بزرگ کردن آدم های پست از مثل جیران شمرانی و ملیجک و غیر ایشان رفتن به فرنگستان بی سمر های خود و اطرافیانش و حکام آن رفتار بدش با آقا سید جمال الدین و شما خودتان هم در فکر کار خود نیستید می توانید حضرت آقا را آورده مردم را رو به خود کرده در اندک فاصله شاه را گرفته خود به تخت سلطنت بنشینید گفت دوبل دیگر مانع می شوند گفتم شاه برای این مردم از چه دخل به دوبل دیگر دارد اگر بگویی شاه دیوانه شده مردم با تو همراهی می کنند اگر یک قدم برداری پادشاه خواهی شد پس به عبدالله خان والی گفت این شخص آدم خوبی است باید او را نگهداری کرد پس رو به من کرده گفت برو چند کاغذ به این مزبونها که گفتی بنویس و بیاور من به شاه نشان داده بگویم مردم از شما منزجر شده او دوباره سید جمال را بیاورد من به میرزا گفتم تمام کردی گفت بالو گفتم پس حالا میخواهی کاغذها که خواسته بنویسی گفت بالو گفتم تو دیوانه بوده ای چرا نگفتی اگر یک قدم هم برداری خدا میشوی؟ بیچاره تو را فریب داده اند تو محترمتر و کاملتری آقا سید جمال الدین. گفت افتخار من این است که نقل کفش آقا را ببوسم گفتم بدبخت ندید او را از خارج دعوت کرده آورده به سرش چه بلا آوردن خداوند به تو تفضلی کرده که خلاص شده ای همین الان به فوریت سر خود را گرفته به طرفی برو که حلاک خواهی شد عجبا نویسنده نداشتن که از تو بخواهند کاغذ مسوده کنی؟ او خواسته از تو را با سند بگیرد و نزد پدرش حسن خدمت نشان بدهد از دهان شیر به سلامت بیرون آمده ای دوباره نرو او میخواهد به پدرش حسن خدمت به خرج دهد بلا را به تو متوجه ساخته رزا گفت من اینجا با خون گرم آمدم به امید اینکه که به حضرت آقا خدمتی کردم شما مرا می ترسانید. من چون وعده دادم نمی توانم وعده کنم با هم هرچه هر باد باد میرزا نصر الله هم مرا تصدیق کرده هر قدر نصیحت کردیم از عزم خودش برنگشت لکن این قدر قبول کرد که مسوده ننوشته خودش برود بعد از رفتن او چون می اتفاقی رو خواهد داد لذا مقداری سند و کاغذ و روزنامه را رو که نزدم بود سوزاندم